در روز 4 مارس سال 2018 در شهر کوچیک کاشیوا در استان چیبای ژاپن، مردی به نام تاکایتو گزارش مفقود شدن همسرش رو به پلیس داد. او که حسابی بیقرار و مضطرب بود گفت که روز قبل با همسرش یاتانی توی ماشین بگو مگو کردند و بعد هم همسرش با حالی به هم ریخته از ماشین پیاده شده بود و بی هدف اونجا رو ترک کرده بود. آقای تاکایتو میگفت که به شدت از این موضوع عذاب وجدان داره که چرا جلوی همسرش رو نگرفته بود و اجازه داده بود که او در اون تاریکی شب توی اون جاده خلوت از ماشین پیاده بشه. سلام، علی هستم. به کانال سکوت خوش آمدید. تاکایتو و یاتانی از هم صاحب یک دختر بچه 2 ساله بودن. بعد از ناپدید شدن خانم یاتانی، شوهرش آقای تاکایتو خیلی زود شروع به چاپ و پخش پوسترهایی کرد در سطح شهر تا بتونه از طریق اون کار همسرش رو پیدا کنه. او حتی برای پخش پوسترها از کمک مادرش هم استفاده کرد. اما به دنبال اظهارات آقای تاکایتو، پلیس شروع به بررسی دوربین‌های مداربسته محلی میکنه که او گفته بود همسرش از ماشین پیاده شده. اما نتایج غیر منتظره بود، چون هیچ دوربینی نتونسته بود که پیاده شدن خانم یاتانی رو از ماشین ضبط کنه. البته این میتونست فقط یک تصادف باشه و اون توی نقطه کور دوربین‌ها از ماشین پیاده شده باشه. به هر حال پلیس به دنبال این نتایج شروع به پرسجو از آشناها و اطرافیان خانم یاتانی کردش، اما کسی که اظهاراتش دوباره مورد توجه پلیس قرار گرفت خود آقای تاکایتو بود. او این بار نکته هایی رو در مورد زندگی خصوصی خودش و همسرش گفت که میتونست برای باز کردن گره کور مفقود شدن خانم یاتانی راهگشا باشه. آقای تاکایتو کارمند بانک بود و به خاطر جذابیت چهرش گاهی از او برای تبلیغات بانک هم استفاده می شد. او توی بانک با خانومش آشنا شده بود و بعد از مدتی با او ازدواج کرده بود، اما اون دو با هم مشکل بزرگی داشتند. او اینطور می گفت که خانومش برای مدتها موفق به بچه دار شدن نمی شد تا اینکه بالاخره بعد از تلاش و درمانهای متعدد خانم یاتانی باردار شده بود، ولی شرایط حساس جسمی او در طول دوره بارداری به شدت افسردش کرده بود و رفت و آمدهای پیاپی او به کلینیک و ترس از دست دادن فرصت بچه دار شدن باعث میشه که خانم یاتانی روزهای نچندان جالبی رو در دوره بارداریش طی کنه و در نهایت هم بچه به صورت نارس و زود به دنیا میاد. اما هرچی که بود به هر حال اونا به نتیجه رسیده بودن و حالا صاحب یک دختر بچه بودن، ولی فشارهای روحی و عصبی دوره حاملگی کاری با خانم یاتانی کرده بود که بعد از زایمان هم به شکل نامعقولی از بیمار شدن بچهش میترسید. آقای تاکایتو میگفت که همسرش بعد از به دنیا اومدن دخترشون وسواس عجیبی پیدا کرده بود و به اون اجازه یک زندگی عادی رو نمیداد. اون میگفت که زنش حتی بهش اجازه نمیداد که به دستگیری در و یا هر چیز دیگه‌ای توی خونه بدون دستکش دست بزنه و همین رفتارهای وسواسگونه باعث شده بود که اختلافاتی بین اون دو شکل بگیره. خانم یاتانی مدام توی این دلهره و تشویش بود که نکنه ویروسی به بچهش سرایت کنه. تاکایتو میگفت که کار وسواس همسرش به جایی رسیده بود که اون از ترس بیماری به دخترشون غذای کافی نمیداد و حتی موقعی که سر کار بود باهاش تماس میگرفت و ازش میخواست که برای نگهداری بچه به خونه بیاد و حتی تهدیدش میکرد که اگر نیاد مسئول سلامتی بچه به عهده اونه. خلاصه این رفتارها کاری کرده بود که اختلاف نظر و دعوا بین این زن و شوهر آروم آروم بالا گرفته بود. تاکایتو ادعا میکرد که اون معمولا سعی میکردش که از کنار این وسواسها بگذره، اما خب همین موضوع بیخیالی او هم زنش رو عصبانی تر میکرد و دعواهای اونا اوج میگرفت. اینا همه ادعاهای بزرگی بود و حتی میتونست منجر به خودکشی فرد بشه. اما مشکل این بود که هیچ کدوم از اطرافیان و دوستان و آشناهای خانم یاتانی این موضوع رو تایید نمیکردن. اونا میگفتن که هیچ نشونه ای از وسواس غیر معقول از اون زن دیده نشده بود و اونا هیچ وقت ندیده بودن که او و شوهرش سر اینطور مسائل با هم بحث داشته باشن. اطرافیان یاتانی رو زنی آروم و مادری مهربون میشناختن و پست‌های شبکه‌های اجتماعی اونا هم نشانگر روابط خوب و گرمشون بود. و جالب این که این ادعاهای آقای تاکایتو، یعنی وسواس بودن همسرش، توسط هیچ کس تایید نشد به جز یک نفر و اون یک نفر هم کسی نبود جز مادرش. خب حالا پلیس داشت به این نتیجه میرسید که رابطه‌ای بین گم شدن یاتانی و شوهر و مادر شوهرش وجود داره. اما خب اونا آدمای خوبی به نظر میرسیدن. تاکایتو خودش یک فرد تحصیل کرده با جایگاه شغلی بالا بود و مادرش هم خانم امی صاحب یک شرکت بود. به هر حال پلیس به بازجویی‌های خودش ادامه میده تا اینکه تاکایتو وقتی تحت فشار بیشتری قرار گرفت به طور ناگهانی یک روز در بازجویی‌ها به قتل وحشیانه همسرش اعتراف کرد. اون گفتش که در اوایل برای درد و دل از دست کارهای همسرش پیش مادرش میرفت و با کمی حرف زدن سبک میشد. اما کم کم این درد و دلها تبدیل به یک نفرت عمیق شد. تاکایتو میگفت که اون از دست کارهای همسرش اونقدر کلافه شده بود که آروم آروم فکر کشتنش به سرش زد. اون ادعا میکرد که همسرش چنان از نظر روحی و روانی به هم ریخته بود که اگر کشته نمیشد دختر 2 سالشون از بین میرفت. اما باز هم اطرافیان میگفتن که خانم یاتانی به صورت مرتب با دخترش به دیدن مادر شوهرش میرفت و رفتار خوب اون با خانم امی زبان زده فامیل آشنا بودش. خب با این حساب جای این سوال هستش که پس چرا این اتفاق افتاد؟ خب پلیس با بررسی‌های بیشتر به این نتیجه میرسه که آقای تاکایتو در واقع به شکل بیمارگونه‌ای میخواسته که دخترش رو مال خودش کنه و تحلیل این که چرا این مرد برای به دست آوردن چیزی که توی دست داشته دست به چنین جنایتی زده، خب کاریه که از دست یک آدم عادی بر نمیاد. ولی عشق دیوونه‌وار خانم امی به پسرش و حسودی ریشه گرفته او نسبت به عروسش که حالا پسرش رو از دستش درآورده بود، همه کاری کرده بود که اون هم از حذف فیزیکی یاتانی بیچاره بدش نیاد. در نهایت در روز حادثه تاکایتو مقداری داروی بیهوشی توی خورشت کاری همسرش ریخته بود و وجود ادویه تند باعث میشه که خانم یاتانی متوجه غیر عادی بودن غذا نشه. در نهایت او بعد از خوردن غذا بعد از چند دقیقه بیهوش میشه و شوهرش بعد از بیهوش شدن او دستش رو دور گلوش میندازه و او رو توی حالت بیهوشی خفه کرده بود. بعد از اون آقای تاکایتو جسد همسرش رو توی ماشین میذاره و به خونه مادرش میبره و اون رو توی گودالی که مادرش از قبل برای پنهان کردن جسد آماده کرده بود دفن میکنه. اما خب این مرد بین راه چند دقیقه برای ردگم کردن و به اشتباه انداختن پلیس توی یک خیابون خلوت توقف کرده بود. بعد از این اتفاق آقای تاکایتو خودش به پیش پلیس میره و مفقود شدن همسرش رو گزارش میده و در کمال خونسردی و وقاحت به همراه مادرش مثلا به جستجوی خانم یاتانی گم شده پرداخته بود. اینطور که از شواهد پیدا بود آقای تاکایتو با همکاری و هماهنگی با مادرش این جنایت را انجام داده بود. اما خب مادرش توی دادگاه این موضوع رو قبول نکرد و گفتش که اون از همه چیز بیخبر بوده و توی یک عمل انجام شده قرار گرفته بود و فقط برای حمایت از پسرش بهش برای پنهان کردن جنازه کمک کرده بود. اما پلیس این ادعاها رو رد کرد، چرا که متن پیام‌های بجا مونده از اون 2 نفر نشون میداد که اونا با هماهنگی کامل اقدام به کشتن اون زن بیچاره کرده بودند. تاکایتو حتی توی یکی از پیام‌ها از مادرش خواسته بود که برای پنهان کردن جسد همسرش یک فریزر بزرگ آماده کنه. اگرچه خانم امی هیچ وقت این فریزر رو نخرید، اما خب به پسرش گفته بود که بالاخره راهی برای از بین بردن جسد پیدا میکنه و نیازی هم نیستش که نگران عذاب موقع مرگ یاتانی باشه، چون کسی که در حالت بیهوشی هستش عذاب نمیکشه. بله، این پیام ها همگی به صورت واضح نشون میداد که خانم امی از تصمیم پسرش برای قتل همسرش کاملا مطلع بوده و ادعای اون تو دادگاه دروغی بیش نبود. این پرونده در رسانه‌های عمومی ژاپن به پرونده قاتل بچه ننه معروف شد و در نهایت هم با همه تناقضات و تفره رفتن‌های متعدد مادر و پسر، در حالی که روند پیگیری پرونده و دادگاه به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود، آقای تاکایتو به جرم قتل همسرش به 17 سال حبس و مادرش خانم امی به جرم همدستی و پنهان کردن جسد عروسشون به 6 سال حبس محکوم شد و حضانت دختر 2 ساله اونا هم به مادر یاتانی سپرده شد، یعنی مادر بزرگ بچه. خب دوستان، این هم از جریان یکی از معروفترین پرونده های کشور ژاپن توی سالهای اخیر. آیا به نظر شما تاکایتو فقط به خاطر به دست آوردن دخترش همسرش رو کش، یا اینکه فکر میکنید او انگیزه های دیگه‌ای هم پشت این قتل داشته؟ حتما نظراتتون رو در رابطه با این پرونده برام در قسمت کامنت ها بنویسید. مرسی که امروز هم لحظه به لحظه تا انتها با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید تا یک برنامه و یک پرونده جنایی دیگه. بدرود.